امروز مادری در این جمع هست که من با دخترش زندان بودم و من شاهد شکنجه و تجاوزش بودم. تجاوزش رو شنیدم. مادر اسمت اینجا تشریف دارم و شاهد بعدی خواهم بود. اعظم سیادی 1361 سه پاسدار مرد و یک پاسدار زن به طرز وحشیانه‌ای به خونه ما ریختن. کتابخونه پدری من رو با اسلحه نابود کردم، کتاب‌ها رو بردم و اسلحه رو به روی ما گرفتم و من و یکی از خواهرانم رو دستگیر کردم. دخترم کنی، اما چون رویا صادقی با دخترم بوده میتونه بیا پهلو من بشینه اگر ممکن. اگر نیست خودم سه تا برادر و محمود وطن پرست، علی وطن پرست، منو چهر وطن پرست. دو تا دخترم از اعظم صیادی که الان رویا دیده بودش اسمش بود جلیله صیادی، خواهر زدن جواد رحمانی که بچه 11 ساله بردن کشتن، خواهرم یه دونه بچه داشت. دامادم غلام خوشبویی که سه تا برادر کشتن، غلام خوشبویی، سیروس خوشبویی، ساسان خوشبویی که ساسان 16 ساله بود. من از روز هفت تیر آواره شدم، خودم اصلا خبر نداشتم که چه بر سر خانواده و خونه ما سپاه گره، غارت کردن خونه برادر بزرگم، آتش کشیدن. برادر بزرگ من 3.5 سال بود که جهرم نبود، یعنی اصلا خارج کشور کویت زندگی می که بازن بچه رختن تو خونهش. او روز خونه نبود که خودش بکشن، خونه را آتش زدن تا روز زمین خونه سوخت. خونه ما از سپاه، من 3 خواهرم اون موقع خونه شوهر بودن، میرن خونه هاشون هر چی داشتن میذارن وسط حیات، آتیش میزنن، ظرفاشون هم میشکنن ول میکنن میرن. ریختن خونه محمود رو گرفتن. 2 خواهرم اونجا بود، زهرا 9 سالش بود، صدیقه 11 سالش بود، منوچهر برادر کوچیک اونجا 13-14 سالش بود، بردن زندان. 4 سال منوچهر نگه میدارن، آزادش میکنن، میگن برو. و صدیقه 7 سال، بچه 11 ساله 7.5 سال تو زندان بود. بعد از او خواهر کوچیک 4 سال بچه 9 ساله تو زندان بود، آزادش کردن. من پدرم سال وقتی که 7 سالم بود دستگیر شد برای دفعه اول، بعد آزاد شد، زندگی مخفی داشت. این باعث شد که ما همش دائما در حال جابجایی باشیم، فرار کنیم از این شهر و اون شهر، از این خونه و اون خونه. و بعد که دیگه ناپدید شد و بعد 6 ماه هم بهمون لباساشو پس دادن. چیزی که من اونجا گفتم اینه که این تاثیر یک انسانو که میکشن فقط اون انسان نیست که آسیب میبینه، اطرافیانش چندین نسل آسیب میبینن، از جمله پدر بزرگ و مادر بزرگم که افسردگی شدید داشتن، طوری که پدر بزرگم دیگه حرف نزد بعد از دست دادن پسرش. موقعی که پدر و مادر شما رو دستگیر کردن در سال 1360، مادر شما 4 ماه حامله بود سر شما، درسته؟ بله، من در زندان به دنیا آمدم. مادرم رو برای چند ساعت به بیمارستان بردن و دوباره به زندان برگردوندن. در اینجا من تا 4 سالگی همراه مادرم در زندان وکیل‌آباد مشهد بودم. چیزایی که یادمه اینه که من رو از یه دریچه که برای اعضای زندان بود، از اونجا من رو داخل زندان میدادن و اونجا مادرم رو میدیدم و گاهی بیرون زندان برده میشدم، میرفتم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم.
و اونجا هیچ امکانات خاصی برای بچه ها نبود. ما همون امکاناتی رو داشتیم که زندانی های دیگه داشتن و تفاوت ما با زندانی های دیگه این بود شاید که ما چیز دیگه غیر زندان ندیده بودیم و زندگی ما، دنیای ما همون زندان بود. همه بازی های ما و همه تصور ما از زندگی همونجا بود. مادر سوسن نیز بر صندلی شهادت می نشیند. بیش از 3 سال زندانی کشیده و اجباراً در کارگاه خیاطی زندان کار کرده است. هر شب که از بهداری زندان می گذرد، شکنجه شدگانی را می بیند با پاهای خونین که با کمک دستها فقط می توانند لیز بخورند و او هنگام خواب همواره فکر می کرده که در خون راه می رود. امروز روز سوم برگزاری دادگاه مردمی ایران ترایبونال بود. باز هم جو احساساتی حاکم بود بر جلسات روزمره کمیسیون حقیقت و بخش اول دادگاه که همه رو به اصطلاح به گریه واداشت. تو این که انگار بعد از گذشته 20 و چند سال 30 سال هنوز این درد وقتی دوباره بیان میشه، انگار که یک سری دردهایی است که نهفته بوده و وقتی که باز میشه و کسی میاد شروع میکنه از گذشتهش، از دردهاش یا از شکنجهاش صحبت میکنه، انگار همه چیز انگار دوباره زنده میشه و همه رو به اصطلاح احساساتی میکنه، همطور خودش رو.